در ادامه پروژه‌های انکشافی اداره شورولی هرات، کار اعمار کانال سنگی از مسیر پایان آب الی گنج سابقه به طول 1117 متر در نواحی 10 و 14 شهر هرات آغاز شد. ملا عبدالرازق راشد شورول هرات میگوید که این پروژه 27 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه انکشافی اداره شورولی پرداخت می‌شود. الحمدلله مور نن دغه علاقه د گنج علاقه چې د پاینابا څخه بیا تر گنج پر رسید دلته مور یو غټه پروژه لرو چې د دې پروژې وردوالی دی تقریبا 1210 متر وردوالی دی او د دې پروژې خزینه تقریبا 20 میلیونه خزینه ده او ان شاء الله د پروژه په پشپړ میسته کې و بربرداري ته غټه خستین ته وسپارل سي. مسئولان در اداره شورولی هرات از کیفیت پروژه های انکشافی برای شهروندان اطمینان داده و تاکید میکنند که انجینیران بخش های مربوطه این اداره از روند کار پروژه ها به گونه دوامدار در سطح نواحی 15 گانه شهری نظارت میکنند. نه تنها این موضوع است بلکه موضوع دیگه که باید بگویم به شرکت ها میگویم که نه تنها به ما سرعت کار مهم است، قسمی که سرعت کار برای ما مهم است، کیفیت کار ها مهم است. همو سه مرحله، در مرحله اول توصیه، در مرحله دوم اخطار و در مرحله سوم فسخ قرارداد، شرکت ها باید متوجه باشه که پول از مردم است و باید با کیفیت کار کنه. با این حال شماری از باشندگان محل با استقبال از آغاز کار این پروژه میگویند که با بهره برداری از این کانال بسیاری از مشکلات محیطی که در گذشته در فصلهای زمستان و تابستان با آن مواجه بودند برطرف می شود. مدت 40 سال است که مردم هم میگی به وقت سیلاب که میشه همه به زیر آب قرار داریم. خانه های مردم بسیار به تناظر از این منطقه گشته گذار بنگار موتر بیا یا کمکدار باشه که این مردم تیر کنه. یک افتخاره که بعد از 40 سال ما امروز چشم سر میبینیم که راه جاده عمومی وا شد و کانال کشی هم به زیر بغیر صورت میگیره. یک افتخار بزرگه برای من. چاردون ببینیم با افتتاح این سرک و این کانال تنها مشکلات نایه چارده مرفوع نمیشه. با وجود از اینکه با تطبیق پروژه مشکلات نایه چارده اگر مرفوع میشه، غرب ولسوالی انجیل که شامل چندین قریه میشه اون مردم مشکلات اینو برطرف میشه. قرار است که این پروژه ظرف 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد. با این همه مسئولان اداره شورولی از شهروندان میخواهند تا در انکشاف و توسعه شهر با این اداره همکاری نمایند.